آیا میدانی حق الله بر بندگانش چیست؟ آیا فکر کردی حق الله را چگونه ادا کنی؟ همان حق الله بر بندگانش این است که او را تنها بپرستند و با او شریکی قرار ندهند به توحید الله سه قسمت است توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات می باشد پس توحید ربوبیت همان یکتا قرار دادن الله در افعالش می باشد و ما اعتراف بدون شک می کنیم که الله در کارهایش در آفریدن روزی دادن و تدبیر جهان یکتا باشد الله تعالی می فرماید بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد و چه کسی مالک شنیداری و بینایی جهانیان است و کیست که موجود زنده را از ماده بی جان بیرون می آورد و ماده بی جان مرده را از موجود زنده خارج می سازد و کیست که کار جهان و جهانیان را تدبیر می کند خواهند گفت الله پس بگو آیا پروا نمی کنید و همچنین اعتراف می کنیم که الله تنها فقط اوست که می تواند زنده بکند و بمیراند و ملک و جهان است و او فقط می تواند زرر و نفع برساند و, دعا و دعای تنگ دستان در حالت استرار را مستجاب بکند و او هست که فقط بر تمام بندگانش نعمت می دهد که قابل شمارش نیست و بر مؤمنان نعمت مخصوص هدایت را عطا می فرماید و او هست که پروردگار همه چیز است و خالق خلایق و قادر، بر آنها و چیزی از خلقت او خارج نمی باشد و همه چیز در زمین و آسمان بنده او هست و در تسخیر الله می باشد و همانا مشرکان قدیم به توحید ربوبیت احتراف می کردند و الله در قرآن می فرماید و اگر از آنها بپرسی که چه کسی خالق آسمان ها و زمین است می گویند پروردگار عزیز و علیم آنها را خلق کرده است و با اینکه مشرکان به توحید ربوبیت الله اقرار میکردند هرگز از آنها قبول نمی شود تا اینکه به توحید الوهیت و اسما و صفات الله اقرار و اعتراف کنند الله تعالی در قرآن می گوید ای انسان ها همان خدایی را بپرستید که شما و انسان های قبل از شما را آفرید باشد که تقوا پیشه کنید